علیکم اعزائی المشاهدین، اتمنى ان تكونوا بخیر ان شاء الله سلامت و امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز براتون یه درس گرامری زبان عربی آوردم درباره فعل‌ها. امروز قرار قواعد عربی رو با هم بررسی کنیم که بهمون یاد میده چطور فعلی رو تبدیل به فعل نهی کنیم. فعل نهی فعلیه که ما به استفاده از اون کسی رو از انجام یک فعل، از انجام یک کار باز می‌داریم یا مانعش میشیم که اون کار رو انجام بده. دقیقاً نقطه مقابل فعل امر که بهمون کمک می‌کرد به کسی دستور بدیم یا ازش خواهش بکنیم که کاری رو انجام بده، فعل نهی دقیقاً نقطه مقابلشه، برعکسشه. مثل همیشه می‌خوایم یه اقتباس داشته باشیم از ریشه فعل، یعنی یه کاری رو ریشه فعل انجام بدیم تا تبدیل شه به فعل نهی. اما برای اینکه کارمون راحت تر بشه میخواییم از فعل مضارع استفاده کنیم به جای مصدر فعل. اگه ویدیو فعل‌های مضارع رو ندیدید حتما از اینجا. یه نکته‌ای که درباره فعل نهی وجود داره اینه که دقیقا شبیه فعل امره، در این زمینه که فقط از صیغه‌های مخاطب برای گفتنش استفاده میکنیم. خب وقتی میخواییم کسی از کاری منع کنیم نمیتونیم بهش بگیم او این کار رو انجام ندهد، نمیتونیم بگیم، منطقی نیست. باید بگیم تو این کار رو انجام نده، شما این کار رو انجام ندید. پس فقط و فقط با صیغه مخاطب کار داریم. حالا بریم که چند تا مثال براتون بزنم و این چیزایی که اول و آخر و جای مختلف فعل انجام میدیم و بهتون معرفی کنم. آخر ویدیو رو از دست ندید، یه مسابقه خیلی باحال با یه جایزه خیلی توپ داریم. بریم سراغ سه تا فعل فعل، تنز و مشی. این ریشه های سه حرفیشه. فعل تشکیل شده از ف عین لام به معنی انجام دادن کاری، ت نون سین به معنی فراموش کردن و میم ش یا به معنی قدم زدن. فعل، تنز و مشی، این سه تا فعل خیلی کاربردی و باحال. انت، انت یعنی تو، تو ای آقای تنها، ای مفرد مذکر. انت لا تفعل، اولین جزئی که به فعلمون اضافه کردیم لا بوده و مثل مخاطبهای مضارع اول فعل قبل از فعل، قبل از حرف ف ت اضافه کردیم. لا تفعل آخرش مجزومه، چیز دیگه ای اضافه نمی کنیم برای مفرد مذکر. بعد میریم سراغ انتی. انتی مفرد مؤنثه، یک خانم تنهایی که داریم باهاش صحبت میکنیم، بهش میگیم لا تفعلی، لا تفعلی، این کار رو انجام نده. بازم اومدیم و اول فعلمون لا و ت اضافه کردیم، فعلی برای مؤنث، یه دونه یه هم آخرش میذاریم. برای همه حالت ها، حالا فعلای بعدی هم که میبینیم همین حالت دقیقا. لا تفعلی، انتی لا تفعلی، ای خانم تنها این کار رو انجام نده. ضمیر بعدی که راجبش صحبت میکنیم انتوما هستش. انتوما دو تا دونه داریم مثل همیشه، انتوما انتوما. اولین انتومایی که داریم برای دو تا آقای دو یا مثنای مذکر، ممکنه برای مثنای استفاده بشه که یه نفرش مذکر باشه یه نفرش هم مؤنث، یعنی یک جمعی که مختلطه، ترکیبی از مؤنث و مذکر. انتمای بعدی فقط و فقط ویژه خانوم هست، ولی در این حالت هیچ فرق با هم دیگه ندارن. حالا نکتهشو کلا گفتم که جای دیگه لازممون میشه. انتما انتما لا تفعل، فعل رو این وسط میبینین، ف عین لام، لا تفعل، لا رو بهش اضافه کردیم، ت رو اضافه کردیم، انتما لا تفعل، این حالت مذکر یا حالت مختلطشه. اما برای حالت مؤنث هم همونطور که گفتیم هیچ فرقی نمیکنه. انتما لا تفعل، انتما لا تفعل، ای دو نفر این کارو انجام ندید، فرق نمیکنه که دیگه مؤنث باشه مذکر باشه. حالت بعدی که میخوایم راجبش صحبت کنیم انتوم هست. انتوم، انتوم یعنی یک حالت جمع مذکر. ممکنه که غیر از حالت جمع مذکر ما درباره جمعی صحبت بکنیم که تشکیل شده از مؤنث و مذکر باشه. مثلا الان که من دارم با شما صحبت میکنم، شما یه جمعی هستید تشکیل شده از خانم ها و آقایون و تعدادتون هم بیشتر از دو نفره طبیعتاً، پس میگیم انتوم. پس انتوم هم برای جمعیه که فقط از آقایون تشکیل شده، هم برای جمعیه که از خانم ها و آقایون تشکیل شده. به این جمع چی میگیم؟ لا تفعلوا، لا تفعلوا، لا رو بهش اضافه کردیم مثل همیشه، ت
تر رو اضافه کردیم مثل همیشه، خود فعل رو سه حرفش رو پشت سر هم آوردیم و واو و الف داریم مثل حالت مضارع. انتون، انتون جمعی که فقط و فقط تشکیل شده از خانوم ها، یک جمع مؤنث بالای دو نفر. لا تفعلن، لا تفعلن، لا رو بهش اضافه کردیم، تر رو بهش اضافه کردیم، فعل رو سه حرفش رو پشت سر هم بدون وقفه آوردیم و حالت جمع مؤنث رو هم در واقع اینجا اضافه کردیم، نه حالت تشدید دار. فعل بعدی که راجبش میخواییم صحبت بکنیم هست تنس، تشکیل شده از ت، نون و سین. تنس یعنی فراموش کردن. میخواییم بگیم فراموش نکن. انت، ای آقا، ای مفرد مذکر، لا تنس، فراموش نکن. لا اضافه شده، ولی چون فعل تنس خودش با ت شروع می شده دیگه نمیتونیم بگیم لا تنس، لا تنس، لا تنس. خود ت رو داریم اینجا، پس نون و سین رو هم بهش اضافه میکنیم که کل ریشمون اینجا اضافه بشه و فعل تکمیل بشه. برای انتی لا اضافه میشه، ت رو از قبل داریم، نون و سین رو بهش اضافه میکنیم، اما برای اینکه نشونه مؤنث بودنش رو بگیم مثل لا تفعلی ای بهش اضافه میکنیم بعد از سه حرف اصلیمون، لا تنسی. اما حالت مثنایی که جفتشون هم بازم شبیه همن میشه لا تنسا، لا تنسا. انتم لا تنسو، لا اضافه شده، ت رو از قبل داریم، نون و سین رو هم بهش اضافه میکنیم که سه حرف اصلی ریشمون بیاد و واو و الف میذاریم که برای نشونه ای از جمع انتون نه این حالت اضافه میشه، دقیقا مثل لا تفعل نه. لا شبیه لا، ت رو داریم اضافه میکنیم، سه حرف اصلی ف ا ل ت ن س و علامتی که برای جمع مؤنث استفاده میکنیم. بریم سراغ فعل آخرمون یعنی مشی، قدم زدن، که ریشش میشه میم، شین و یا. لا تمشی، حالت بعدی مفرد مؤنث، لا تمشی. همونطور که برای تنس ت آخر رو اضافه نمی کردیم چون خودش داشت، الان برای مشی یه آخر رو برای حالت مفرد مؤنثش اضافه نمی کنیم چون خودش داره. و انتوما، انتوما فارغ از این که جنسیت اون دو نفری که داریم باشون صحبت می کنیم مذکر یا مؤنثه، لا تمشیه. انتوم حالت جمع، لا تمشیو، انتون نه، لا تمشین نه. خب بچه ها، مسابقه امروزمون اینه که با استفاده از توضیحاتی که من دادم یک فعل رو به دلخواه خودتون منفی کنید. هر 6 تا حالتی که الان معرفی کردم رو بنویسید توی کامنت. اولین نفری که این کار رو انجام بده 10 جلسه رایگان عربی در هر موضوعی که دلش بخواد، هر لحظه‌ای که دلش بخواد میتونیم براش اجرا کنیم بدون هیچ هزینه ای. امیدوارم که این ویدیو دوست داشته باشید، ازش لذت برده باشید و براتون مفید واقع شده باشه. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشید. الی اللقا. یه قبلی و بعدیمون رو از دست ندید.